درود بر شما، بیننده مجموعه خبری ده صبح به وقت تهران هستید. از استودیوی ما در لندن سرخط خبرها. رای بی رای ادامه موج تحریم انتخاب نظام برای جانشینی رئیسی از سوی مردم و اصناف. شهروندان میگویند هر رای بی احترامی به زنان و کشته شدگان است. وضعیت قرمز سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران میگوید قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF سرمایه گذاران را فراری داده. یک هفته بعد از لغو نشست مشترک آمریکا و اسرائیل، آکسیوس از توافق دو کشور برای دیدار و گفتگو درباره جمهوری اسلامی خبر داد. در دنیای علم، تحقق رویای چین در فضا. فضاپیمای چینی نمونه های از بخش پنهان ماه را برای اولین بار به زمین آورد. در ادامه مخالفت ها با شرکت در انتخابات تعیین جانشین رئیسی، شماری از شهروندان با ارسال پیام هایی به ایران اینترنشنال می گویند در انتخابات شرکت نخواهند کرد، چرا که هر رای بی احترامی به کشته شدگان در اعتراضات و زنان و دختران ایران است. این غیرتتون اجازه میده که بعد از انتخابات یا حتی تو همین موقع انتخابات دخترها ناموسای شما رو به زور میکنن تو ماشین، دست بهشون میزنن، بهشون تعرض میکنن. با این همه ظلمی که میبینید با چه رویی حاضرید که برید تو انتخابات شرکت کنید؟ من داخل انتصابات خامنه‌ای شرکت نمیکنم و یه نه بزرگ باید به جمهوری اسلامی بگیم. من 27 سالمه. کسایی هم که داخل انتصابات شرکت میکنن اینو بدونن، فردای سقوط این حکومت باید به این مردم جواب پس بدن. خواهش میکنم ازتون نرید، شرکت نکنید، دست تو خون جوانای این مردم نکنید. هنوز مردم داغ دارن. هر انگشتی که میزنید توی اون استامپ که میخواید رای بدید، دارید انگشت تو زخم باز مادران و پدرانی که جگرگوشه هاشون رو از دست دادن فرو میکنید. تعدادی از شهروندان هم با پاره کردن بنرهای تبلیغاتی و تصویر نامزدها در سطح شهر اعتراض خود رو به انتخابات پیش رو نشان دادند. پنج تیر نارمک، رای بی رای. نه به سیرک انتخابات. کیانوش سنجری روزنامه‌نگار با انتشار ویدئویی در صفحه ایکس خود نشان داده تیم انتخاباتی جلیلی با بستن مسیرهای اصلی یک خیابان در تهران به مردم تنقلات می‌دهد. این روزنامه‌نگار با اشاره به این شیوه تبلیغ در حالی که مردم زیر فشار اقتصادی هستند پرسیده آیا به راستی این شأن ملت ایران است؟ همزمان با گسترش تحریم انتخابات از سوی مردم، علی خامنه‌ای خواستار افزایش مشارکت شد. رهبر جمهوری اسلامی گفت نامزد اصلی کسی است که به مذاکره با آمریکا چشم نداشته باشد. خامنه‌ای به نامزدهای جانشینی رئیسی هم هشدار داد در صورت پیروزی همکارانی انتخاب کنند که با انقلاب اسلامی هیچ زاویه‌ای نداشته باشند. مشتبه پور محسن گزارش. اعلام زود هنگام نتیجه انتخابات از زبان خامنه‌ای، پیام روشن به مردم، هر برگه رأی یعنی آری به جمهوری اسلامی و تعیین تکلیف برای نامزدها آمریکا نه، فقط روسیه و چین. خامنه‌ای در سریع‌ترین خطابه انتخاباتیش چه گفت؟ این انتخابات اگر مشارکت خوب مردم در اون مشاهده بشود، این مایه سرفرازی جمهوری اسلامی است. سه روز پیش از انتخابات نظام برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، رهبر جمهوری اسلامی در یک خطابه انتخاباتی تکلیف تک تک آرای احتمالی را مشخص کرد
و با برشمردن خصوصیات نامزد اسلحه زودتر از زمان معمول سوت پایان بازی را به صدا درآورد. خامنه ای پیش از هر چیز به موفقیت سیستم تحریم انتخابات اعتراف کرد و گفت کاهش مشارکت دشمنان جمهوری اسلامی را شاد می کند. در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حساد جمهوری اسلامی دراز شده. او بارها تاکید کرد هر رأی در این انتخابات آری به نظام حاکم است. پیامی برای کسانی که در سه هفته گذشته تلاش کردند وانمود کنند رأی دادن به این نامزد یا آن نامزد به معنای زدن زیر میز بازی است. حالا اما میداندار بازی خود میگوید هر رأی بیشتر به معنای پیروزی اوست. سه هفته پیش زمانی که شورای نگهبان بازوی اجرایی خامنه‌ای برای مهندسی انتخابات نامزدهای نهایی را معرفی کرد، مشخص شد که خامنه‌ای یکی از بی‌خاصیت‌ترین ترکیب‌های ممکن را در فرایند مهندسی از طریق شورای نگهبان چیده و این بار با جاگذاری یک چهره اصلاح طلب به دنبال یک دوگانه ساختگی است تا آمار مشارکت را بالا ببرد. پزشکیان در اولین اظهار نظرش عرض ارادت کرد تا خیال فرمانده انتخابات را راحت کند. ما قرار نیست سیاست جدید رو در کشور اعلام بکنیم. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مشخص است. با این حال تحرکات برای داخل کردن تنور انتخابات مهندسی شده باعث شد خامنه‌ای سه شنبه به سربازانش یک به جای خود دوباره بدهد. او الگوی ترازش را مشخص کرد و گفت رئیسی رئیس دولت محبوب او بود. خامنه‌ای با تبیین سیاست خارجیش هشدار داد هیچ نامزد خیال توافق یا به زعم او آویزان شدن به آمریکا را در سر نپروراند. تصور میکنن که باید آویزان به این قدرت و اون قدرت بشن، یا خیال میکنن که همه راه‌های پیشرفت از آمریکا میگذره. نه، اینا نمیتونن. در عوض هر کس که رئیس جمهور شود همچنان باید آویزان چین و روسیه شود، کدی که خامنه‌ای باز هم به نام رئیسی داد. می توانیم ما وسیله ارتباط بین شمال و جنوب و شرق و غرب دنیا باشیم. رویایی که سالهاست مسکو و پکن به خامنه‌ای می فروشند اما در عالم واقعیت یکیشان ایران را سرباز خود در جنگ اوکراین کرد و مانع از ورود رسمی ایران به بازار نفت شد و دیگری نفت ایران را مفت می خرد و در ازایش تولیدات بنجلش را دلاپهنا حساب می کند و در قالب تاتر به ایران غالب می کند. اما این همه هنرنمایی خامنه ای در تعیین زودهنگام نتیجه انتخابات نبود. او در اقدامی کم سابقه پیش از برگزاری انتخابات درباره وزرای احتمالی نامزدها هم نظر داد. کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندید که ذره ای با انقلاب زاویه دارند. طبق یک رسم نانوشته در جمهوری اسلامی رئیس جمهور وزرای خارجه اطلاعات و دفاع را با نظر مستقیم رهبر نظام انتخاب می کند. 7 سال پیش دفتر خامنه‌ای در اطلاعیه تایید کرد که او در مورد وزرای ارشاد، آموزش و پرورش و علوم هم حساسیت دارد. یعنی عملاً 6 وزیر کلیدی را خامنه‌ای انتخاب می کند و 1/3 کابینه منصوب مستقیم اوید و کیست که نداند بقیه وزرا هم باید به تایید او برسند. با این حال او این بار حتی به حضور وزرای سابق در ستاد انتخاباتی پزشکیان هم حساس شده و تکلیفشان را مشخص کرده. پزشکیان 1 روز قبلتر با گردن نگرفتن این افراد نشان داد نه تنها مطیع برنامه‌های خامنه‌ای بلکه مجری منویات اوست. خامنه‌ای رای دهندگان را هم بی‌نصیب نگذاشت. بی دست و پا در این افراد جامعه هم می‌توانند در سرنوشت کشور مؤثر باشند. خامنه‌ای در سال‌های اخیر همیشه چند روز پیش از انتخابات سخن گفته و خط و ربط منصوبینی را که نامشان از صندوق بیرون می آید روشن کرد. اما این بار او واضح تر از همیشه سخن گفت. هر رأی آری به جمهوری اسلامی است. هر کس انتخاب شود مجری دلدادگی او به چین و روسیه خواهد بود و احتمالاً تا فرماندار و بخشدار هم با نظر شخص او تعیین خواهد شد. تعیین تکلیفی سریع که این گونه می توان خلاصه‌اش کرد. کسی نمیتواند گنجشک‌های او را رنگ کند و به نام قناری بفروشد. این نامزدها و این انتخابات بازی اوست و هر رأی رأی به جمهوری اسلامی و دیکتاتور. مشتبه پور محسن، لندن.
ایمان آقایاری، فعال سیاسی از ترکیه همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب آقایاری. همزمان با تلاش‌های جمهوری اسلامی برای تشویق مردم به رأی دادن، پیام‌های زیادی به دست ما رسیده از تحریم انتخابات. بیانیه‌های مختلفی هم از تشکل‌ها در این مورد منتشر شده. نظرتون درباره این دوگانه چیه؟ درود بر شما. تحریم کنندگان یک طیفی از طیف وسیعی از نیروهای سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور هستند که فصل مشترک و وجه مشترکشون تحریم انتخابات هست، اما ممکنه مراد و مقصود متنوعی رو هم دنبال بکنن. اما اگر بخوایم در یک مقیاس وسیع‌تر و بزرگتر به مسئله نگاه بکنیم، یک دوگانه است بین آحاد جامعه، بین بخش اعظم جامعه با حکومت. ببینید، زمینه و زمانه تغییر کرده. یعنی ما اگر در نظر بگیریم از سال 96 و اون شعار خصیصه نمای اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا و مدام فراگیرتر شدنش و در خیزش‌ها و جنبش‌های ادبار متعدد تا رسیدنش به کمال اون جنبش زن زندگی آزادی، می‌بینیم که جامعه مسیر تغییر و تحولات بنیادین و بیرون از چارچوب حاکمیت رو پذیرفته و اون رو میخواد توسعه بده. و خب این نسبتی پیدا نمی‌کنه با آنچه که درون انتخابات‌های رژیم میخواد رقم بخوره. به خاطر همین مفروض این هست که حتی اگر اصلاح طلبان که میخوان نمایندگی بکنن تغییرات رو در درون ساختار، اینها با رادیکال ترین شعارها و شاخص‌ترین چهره‌هاشون هم میومدن، نمیتوانستن چندان شور و رمق انتخاباتی آنچنان که مثلا 76 و 88 ایجاد کردن چیزی رو رقم بزنن. چقدر مناظره های انتخاباتی و میتینگ های کاندیداها تونسته شهروندان ناراضی از وضع و قهر کرده با انتخابات رو به مشارکت تشویق کنه؟ مناظرات اگه بخوایم صریح بگیم، در واقع نمایشی بیرمق، یک طنز بینمک و شوخ، در واقع شوی وقاحت بود. اینها خب مسلما نمیتونه تاثیرگذاری آنچنانی داشته باشه. و ببینید، این که در مورد اصلاح طلبا صحبت کردم به خاطر این هست کسانی هستن که میخوان نمایندگی بکنن مثلا تغییر رو در درون ساختار جمهوری اسلامی. اینها در گذشته، یعنی حتی میخوام بگم در کمپین های انتخاباتی و شعارهای تبلیغاتی و میتینگ هاشون هم نمیتونن این کارها رو انجام بدن. در گذشته اگر مقداری شورآفرینی میکردن، به خاطر این بود مثلا در سطح شعار میومدن رهبر و نهادهای زیر نظر اون رو مخاطب شعارهای تند خودشون قرار میدادن. لااقل در لفافه مشکلات رو در مورد وضعیت کشور به رهبر نسبت میداد و البته درست هم هست، ولی نکته اینجاست که این بار فضایی رو و انتخاباتی رو انتخاب کردن که در اون نه تنها بازیگر نیستن، تنها بازیچن، یه در همون حدود محدود، و تو عرصه شعار هم حتی نمیتونن حرفی بزنن. و دو طرف منازعه این انتخابات رو که نگاه میکنیم، یعنی اصلاح طلبان و اصولگران، هر دو میگن ما چارچوب های مد نظر رهبری، سیاست های کلان رهبری رو میخوایم دنبال بکنیم. فقط تفاوتشون با هم اینه که هر کدوم مدعیان من بهتر میتوانم منبیات رهبر رو اجرا بکنم، و خب چنین چیزی مخاطب و خریداری پیدا نمیکنه حتی در بین اون اقلیتی که به نظر من ممکن هست به انتخابات نگاه مثبتی پیدا بکنن و بخوان حضور پیدا بکنن، در حالی که اصلا اکثریت جامعه بی‌اعتنا هست به چنین نمایشی. و خب اگر نتوانند اون گروهی رو هم که میخواهند در بین اونها شورآفرینی و موج‌آفرینی بکنن اقناع بکنن که با این ترتیب نمیتونن، بنابراین میشه گفت که پیشاپیش ما با یک انتخابات بیروح، بیرمق و مرده مواجه هست. ممنون از همراهیتون با ما. ایمان آقایاری، فعال سیاسی از ترکیه. 22 هفته پیاپی است که جمعی از ایرانیان روزهای سه‌شنبه و همزمان با کارزار نه به اعدام در ایران مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در پایتخت آمریکا تجمع می‌کنند. روز گذشته هم تعدادی از آنها با برگزاری تجمع در واشنگتن دی سی خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری، توقف بازداشت و کشتار شهروندان و همچنین صدور و اجرای احکام اعدام شده. زندگی آزادی کارگر زندانی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد.
مروری بر چند خبر دیگر از ایران. اعتصاب کارگران پروژه‌ای نفت و گاز جنوب همچنان ادامه دارد. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، بیش از 20,000 نیروی پروژه‌ای و پیمانی صنعت نفت از 3 خرداد به کارزاری پیوستند که خواستار اصلاح دریافتی‌ها، تأمین امنیت شغلی و ارتقاء وضعیت استخدامیشان هستند. کریم اسماعیل زاده، فعال مدنی محبوس در زندان تبریز، به دنبال وخامت حال جسمانی و بروز علائمی همچون درد شدید معده به بیمارستان منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، این فعال سیاسی با وجود وضعیت وخیم سلامتی از خدمات پزشکی محروم بوده. اتهام او تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز در فضای مجازی عنوان شده. مأمور شلیک کننده به سپهر بیرانوند معترض کشته شده در اعتراضات خیزش مهسا از اتهام قتل عمد تبرئه شد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته این مأمور لباس شخصی پیشتر از سوی دادگاه نظامی لرستان به قتل عمد و قصاص متهم شده بود. سپهر بیرانوند 19 ساله در جریان خیزش زن زندگی آزادی با شلیک یک مأمور به ناحیه گردن کشته شد. حامد اسماعیلیون، عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های هواپیمای اوکراینی، در مصاحبه با مهسا مرتضوی، خبرنگار ایران اینترنشنال گفت قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی به کسانی که به اجبار با سپاه همکاری کردند آسیبی نخواهد زد. قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی در کانادا، چه برای خانواده‌های دادخواهی که در خارج از کشور هستند، چه برای کسانی که در ایران هستند، شما چه بازخوردی دریافت کردید از این کار؟ بسیار خوشحال شدیم که سپاه نامی رو گرفت که شایستش بود و شما در این 5 سال اگر به فعالیت انجمن نگاه بکنید و باز برگردیم به روزهای اول، هفته‌های اول که من میگم در شرایطی بودیم که حرف از مذاکره با جمهوری اسلامی در مورد این جنایت بود، ولی خواسته‌هایی که ما داشتیم چه اتفاقاتی براش افتاد. ما می‌خواستیم پرونده ارجاع بشه به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه که انجام شده. ما می‌خواستیم پرونده ارجاع بشه به سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی که انجام شده. ما می‌خواستیم تحریم‌های هدفمند روی مقامات جمهوری اسلامی که ناقض حقوق بشر هستند قرار بگیره. بیش از 200 نفر کلی نهاد در این تحریم ها از جمله جواد ظریف قرار گرفته، این انجام شده. ما می‌خواستیم سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره، انجام شده. تنها خواسته که باقی مونده بخش کیفری پرونده پرواز PS752، امیدواریم این خواسته هم انجام بشه. به هر حال این فعالیت گسترده ای که مردم به حمایت از ما انجام دادن به نظر من مهمترین مسئله است. دادخواهی که ما در پیش بودیم تبدیل به امری جمعی شد و بسیاری از نهادها و افراد و جامعه ایرانیان کانادا و بسیاری از ایرانیان در سراسر دنیا به حمایت ما برخواستن و ما از همه اونها تشکر میکنیم. یه موضوعی که شاید من همیشه از شما اینو یادم مونده، بارها هم به خودتونم گفتم، اینه که میگفتین یک خواسته رو باید بارها تکرار کرد، هر دفعه با یه خواسته جدیدی نباید با دولت صحبت کرد. خواسته ها رو چطوری باید ایرانیان در سراسر دنیا برسونن به گوش کسایی که تصمیم میگیرن؟ ببینید، این چیزی که من یاد گرفتم و یا ما عمل کردیم همکاری بوده با تمام نهادها و افرادی که دموکراتیک عمل میکنن و بر سر این خواسته ها با هم توافق داریم. مثلا ما در کانادا با نهاد ایرانیان جاستیس کالکتیو کار کردیم، با بسیاری از فعالان کار کردیم. هدف ها یکی بود. الان در سراسر دنیا هم گروه های کوچک و بزرگی از ایرانیان وجود داره که همین اهداف رو میپسندن و در همین مورد فعالیت کردن. همین چند روز اخیر من دیدم در استرالیا لابی طرفدار جمهوری اسلامی نگران شده از این خبر، و در صورتی که ما فکر میکنیم که این میشه به کشورهای دیگه گسترش پیدا بکنه، به استرالیا، به کشورهای اروپایی، به بریتانیا، و وقتی که یک همصدایی جهانی علیه سپاه وجود داشته باشه، اول این ضربه حیثیتی بزرگ به این سازمان تروریستی است، و ثانیاً قطع کردن روابط مالی این سازمان با خارج از کشور و قطع کردن پولشویی اونها به نظر من خیلی اهمیت داره. اشاره کردیم به استرالیا. خب ببینید، در آمریکا سال 2019 سپاه در
لیست گروه های تروریستی قرار گرفت امسال در کانادا، ولی هم آمریکا هم کانادا روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ندارن. شاید براشون ساده تره که این تصمیم رو بگیرن. در این حال میدونیم که کانادا هم کشوریه که با همپیمانانش تصمیم میگیره، یعنی با اونا شورا مشورت میکنه و این اقدامها رو انجام میده. فکر میکنین چه تأثیری میتونه داشته باشه در اروپا، در روابط مثلا انگلیس و ایران؟ به نظر من در درجه اول باید بر فعالان و بر مردمی که مبارزه میکنن تأثیر داشته باشه. باورمندی به این که بی قدرتان قدرتی دارن، باورمندی به این که میتونن شرایط رو تغییر بدن، حتی اگر سیاستمداران افکار دیگری در ذهن داشته باشن. این مداومت در مبارزه چیزیست که من میآموزم از این اتفاقاتی که در کانادا رخ داده، و من فکر می‌کنم در تمام کشورهای دنیا، فارغ از اینکه چه حزبی سر کاره، فارغ از اینکه لابی جمهوری اسلامی چه می‌کنه، بسیار اهمیت داره که همون اهداف رو، همون کارهایی که قبل از اون پیگیرش بودن رو ادامه بدن. می‌دونید احزاب راستگرا و چپگرا در کشورهای مختلف دولت‌ها رو در دست دارن، ولی نهایتاً وقتی که در کشور دموکراتیک زندگی میکنی میتونی خواسته خودتو نهایتاً به کرسی بنشونی. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفته سرمایه گذاری نفتی در کشور به دلیل نبود سرمایه گذاری های خارجی در وضعیت قرمز قرار دارد. آرش نجفی گفته سرمایه گذاران بین المللی با توجه به توان مالی خود از طریق بانک ها به پروژه ها ورود می کنند. بانک های خارجی هم فارغ از موضوع تحریم به خاطر قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF از سرمایه گذاری باز می مانند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیامدهای منفی ناشی از تحریم ها و نپیوستن به FATF گفت هر کس فکر می کند تحریم نعمت است بیاید و مشکلات کسب و کارها را ببیند. ما ارتباطات بانکی با دنیا نداریم. این بحث FATF موضوعیه که سالهاست ما درگیرش هستیم. و مسئله آخر هم این تحریم هاست که واقعا آسیب جدی برای کشور ایجاد کرده. یه روزی آقایون مدعی بودن که تحریم نعمت است. نه، واقعا نعمت نیست این تحریم. تحریم برای ما افزایش هزینه ایجاد کرده. کارمون رو کند کرده. ما نقل و انتقال پولمون رو 20% هزینه مازاد برای ما ایجاد میکنه. بنابراین این که دوستانی که باور داشتن که حالا تحریم نعمت است، واقعا من عرض میکنم خدمتشون بیاید در فضای کسب و کار ببینید تحریم واقعا نعمت است. تحریم نعمت واقعا برای کشور. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، از برلین با ما هستن. وقتتون بخیر جناب حسینیان. پیامدهای نبود سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز این صنعت رو با چه وضعیتی مواجه میکنه؟ درود به شما، وقتتونم بخیر. ببین، صنعت نفت و گاز به صورت کلی صنعت هم سوداوره، هم به شدت سرمایه بره، هزینه بره. یعنی این صنعت دائما در حال مستهلک شدنه و دائما باید بهش سرمایه تزریق بشه، پول تزریق بشه که بتونه همون بخش مستهلک شده رو جبران کنه و هم حالا فعالیت‌های پروژه‌ای، توسعه‌ای، اکتشاف در بخش بالادستی انجام بده. اتفاقی که تو این 20 سال گذشته در صنعت نفت ایران افتاده عملا باعث شده که صنعت نفت ما فرتوت بشه، پیر بشه، فرسوده بشه، هیچ سرمایه گذاری انجام نشده تو این صنعت. و بنا به گفته خود مسئولان، همین وزیر ناکام نفت آقای رئیسی، ما فقط واسه این که وضعیت فعلی رو داشته باشیم، یعنی در صنعت نفت، در میدانهای نفتی و در صنعت گاز در پارس جنوبی، مخازن گازیمون 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم. حالا بخش تکنولوژیش بمانه، اینکه قولهای انرژی بیان و در بخشی از مخازن ما سرمایه گذاری کنن و تکنولوژی بیارن یه بخشه، اینکه سرمایه گذاری کنن یه بخشه. و اگر این اتفاق نیفته ما به سرعت با تبعات ناترازی در همه بخش‌های انرژی روبرو خواهیم شد که تبعات امنیتیش و سیاسیش خیلی بیشتر از اقتصادیش خواهد. رئیس اتاق بازرگانی قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه FATF رو مشخصاً یکی از عوامل مهم سرمایه گذاری نکردن در صنایع نفت و گاز دونسته. این موضوع چه تأثیراتی داشته؟ به این تحریم ها و FATF قشنگ دو بالن، اما به نظر من تحریم ها اون اهمیت اولیه رو داره نسبت به
FATF، یعنی من قول انرژی، من شرکت بزرگ نفتی با تکنولوژی روز دنیا، باید اول بدون دغدغه وارد یه بخشی یه کشوری بشم واسه سرمایه گذاری، بعد حالا برم فکر کنم که این سرمایه رو چجوری از چه روشی بردارم ببرم و اونجا هزینه کنم. مثال خیلی بارزش همین دولت چین و روسیه است. جمهوری اسلامی به محض اینکه تحریم ها هر زمانی یه مقداری فشارش زیاد میشه، سیاست نگاه به شر رو خیلی جدیتر اعمال میکنه و میره سمت چین و روسیه. تو همین 5-6 سال اخیر حتی شرکت های چینی حاضر نشدن که در میادین نفتی ما یا مخازن گازی ما سرمایه گذاری کنن و عملا ما رو رها کردن. نمونه بارزش مثلا میدان های نفتی آزادگان یا یادآورانه که ما عملا اینا رو به شرکت های چینی دادیم. به محض اینکه تحریما دوباره برگشت، آمریکا از برجام خارج شد، شرکت های چینی ما رو گذاشتن و رفتن اون ور مرز با تمام اطلاعات فنی مخازن نفتی ما که عملا محرمانه است و الان اون ور مرز 5 کیلومتر اونورتر دارن مثل عراق رو همون مخزن مشترک، میدان نفتی مشترک مثل آزادگان یا یادآوران دارن کار میکنن و این صنعت نفت ماست که عملا داره درجا میزنه. ما نه توان تولید داریم، نه میتونیم گاز بیشتری از مخازن گاز پارس جنوبیمون استخراج کنیم و نتیجهش این میشه که ما بخش زیادی از پروژه های پتروشیمیمون الان معطل مونده. من میتونم لیست بلند بالایی بدم از پتروشیمی هایی که در اقصانوقات استانهای ایران جانمایی شده، قرار بوده ساخته بشه، ده ها سال پیش کلنگی زده شده، اما فعلا فقط به خاطر نبود گاز، اینکه ما گاز نداریم دیگه. گاز هم به عنوان خوراک این پتروشیمی ها، هم به عنوان سوخت این پتروشیمی ها دیگه نیست و عملا این پتروشیمی ها دیگه از حیز انتفاع ثابت شدن. و نمونه آخرش پتروشیمی میانکاله است که روغن ریخته رو نزد امامزاده کردن و گفتن که این به دلایل مسائل حالا محیط زیستی ما اینو کنسل کردیم، اما راست و حقیقت ماجرا این بودش که گازی نبود که بخوام ببرن گیلان و اونجا بیا پتروشیمی بسازن و به عنوان خوراک از این گاز استفاده کنن یا به عنوان سوخت. سپاس از شما. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به دو عنوان است. رای بی رای. ادامه موج تحریم انتخاب نظام برای جانشینی رئیسی از سوی مردم و اصناف. شهروندان میگویند هر رای بی احترامی به زنان و کشته شدگان است. وضعیت قرمز سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران میگوید قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF سرمایه گذاران را فراری داده. وبسایت آکسیوس به نقل از 5 مقام آمریکایی و اسرائیلی میگوید نشست مشترک آمریکا و اسرائیل درباره برنامه اتمی ایران ماه آینده برگزار میشود. به گزارش آکسیوس، به دنبال لغو نشست مشترک آمریکا و اسرائیل درباره ایران از سوی کاخ سفید در هفته گذشته، دو کشور برای برگزاری مجدد نشست مشترک درباره جمهوری اسلامی در ماه ژوئیه توافق کردند. به گفته این وبسایت، رهبران اسرائیل به طور فزاینده نگران تحولات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمال دستیابی تهران به تسلیحات اتمی هستند. همزمان با این گزارش، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه در دیدار با مقامات ایالات متحده در واشنگتن، جمهوری اسلامی را بزرگترین تهدید علیه جهان دانست و نسبت به دستیابی احتمالی تهران به تسلیحات هسته‌ای هشدار داد. به گفته گالانت، ایالات متحده به اسرائیل تعهد داده مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود. میر جامدافر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، درباره توافق دو کشور برای دیدار و گفتگو درباره جمهوری اسلامی میگوید به نظر میرسد روابط آمریکا و اسرائیل در مورد مسائل امنیتی به روال سابق خود باز میگردد. به نظر میاد که روابط بین دو کشور در مورد مسائل امنیتی داره دوباره به روال قبلی خودش برمیگرده. این یک مسئله بسیار مهمی هستش، به خصوص به خاطر اینکه ما میبینیم که اخیراً جمهوری اسلامی ایران داره با غنی‌سازی اورانیوم در 60% داره ادامه میده. آقای رافائل گروسی گفته
که هیچ کشوری که واقعا اهداف غیر نظامی برای برنامه اتمی خودش داشته باشه نمیاد غنی سازی بکنه به غلظت 60%. و واقعا در این نگرانی در اسرائیل و در آمریکا وجود داره که جمهوری اسلامی ایران داره کم کم تصمیم میگیره که بره به سمت ساختن بمب. پس به نظر میاد که برای بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به خصوص در مورد این مسئله الان هر دو کشور دارن دوباره میشه گفتش که گفتگوها و همکاریهای خودشون رو ادامه میدن و دارن خودشون رو آماده میکنن برای این روز مبادایی که شاید تصمیم بگیرن که با متوسل شدن به گزینه نظامی جلوی برنامه اتمی ایران رو بگیرن. مسئله مهمی دیگه هم این هستش که همه میدونن که تمام این مسئله حمله حماس و حمله حزب الله به اسرائیل، تمام اینها میشه گفت سرچشمه اونها حکومت ولایت فقیه در ایران هستش و اونم یه دلیل دیگه هم هستش که الان دولت اسرائیل و آمریکا تصمیم گرفتن که به روال قبلی خودشون در مورد همکاری علیه سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران برگردن. روز چهارشنبه گذشته جولیان آسانج، بنیانگذار ویکی‌لیکس، در دادگاهی در جزیره سایپان به یکی از اتهامات نقض قانون جاسوسی ایالات متحده اعتراف کرد. قاضی ارشد دادگاه گفت این اتهام توطئه برای به دست آوردن و افشای اطلاعات دفاع ملی است که حداکثر مجازات آن 10 سال زندان است. همراه می شویم با همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن، استرالیا. علیرضا، بر اساس آخرین گزارش ها آسانج در راه استرالیا است. آخرین ها را از تو بشنویم. سیما، هواپیمای حامل آقای جولیان آسانج به همراه سفرهای استرالیا در آمریکا و بریتانیا الان در حال حاضر بر روی دریای مرجان هستش در شمال شرقی استرالیا بین پاپاگینه نو و ایالت کوینزلند. آنطور که گزارش شده حدود ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت شهر کمبرا پایتخت استرالیا وارد این شهر خواهد شد. ساعت 9:15 به وقت استرالیا شرق استرالیا کنفرانس خبری رو برگزار خواهد کرد. خب قبل از اینکه وارد استرالیا بشن امروز چهارشنبه 26 ژوئن در دادگاهی در جزیره گرمسیری سایپان پایتخت جزایر ماریانای شمالی از قلمروهای ایالات متحده آمریکا در اقیانوس آرام حاضر شدند. همونطور که اشاره کردم سفیر استرالیا در آمریکا کوین راد به همراه استفان اسمیت سفیر استرالیا در بریتانیا و خانم جنیفر رابینسون وکیل استرالیا بریتانیایی آقای آسانج هم در دادگاه حاضر بودند، او را همراهی کردند. جلسه 3 ساعته‌ای که برگزار شد به یکی از اتهامات جنایی توطئه برای به دست آوردن و افشا کردن اسناد محرمانه دفاع ملی آمریکا اعتراف کرد و گفت که معتقد بوده متمم اول قانون اساسی از فعالیت‌های او حمایت می‌کنه، اما می‌پذیره که نقض قانون جاسوسی صورت گرفته. در نهایت رامونا وی مانگلونا قاضی ارشد دادگاه اعتراف او رو پذیرفت و آن 62 ماهی رو که آقای آسانج در زندان فوق امنیتی بلمارش لندن گذرانده بود به عنوان بخش محکومیتش قلم داد شد، او آزاد شد، راهی استرالیا شدش. آقای آسانج در دادگاه گفت که به عنوان یک روزنامه نگار منبع خودش رو تشویق کرده تا اطلاعاتی رو در اختیار او قرار بده که گفته میشه محرمانه است. وکیل آقای آسانج در بیرون از دادگاه در جمع خبرنگاران گفت که ما قویا معتقد بودیم که آقای آسانج نباید به خاطر قانون جاسوسی متهم بشه، و اما ویکی‌لیکس به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. جنیفر رابینسون وکیل بریتانیای استرالیایی آقای آسانج هم از تلاش های دولت استرالیا تشکر کرد. همین دقایقی پیش سناتور پنیوانگ وزیر امور خارجه استرالیا در حساب ایکس خودش نوشت که این تلاش های دیپلماتیک میان استرالیا و وزارت دادگستری آمریکا نتیجه داد، پرونده آقای آسانج مختومه اعلام شد. دولت استرالیا هم حمایت کرده از این موضوع و باید منتظر ماند تا ساعت‌های دیگر پوشش ورود آقای آسانج رو خواهیم داشت به استرالیا و کنفرانس خبری که ویکی‌لیکس برگزار خواهد کرد.
در ارتباط با آخرین وضعیت های آسانج. حتما آخرین ها رو با تو خواهیم داشت علیرضا محبی از ملبورن. چند خبر از دیگر نقاط جهان. آمریکا روز سه‌شنبه پنجم تیر حدود 50 فرد و نهاد را به دلیل دست داشتن در انتقال میلیاردها دلار به نفع نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد افراد و نهادهای تحریم شده یک شبکه بانکداری در سایه را شکل داده بودند که امکان دسترسی سپاه و وزارت دفاع به نظام مالی بین‌المللی را فراهم می‌آورده و به انتقال میلیاردها دلار که از این دو نهاد از طریق فروش نفت و محصولات پتروشیمی سال 2020 کسب کرده بودند کمک می‌کرده. آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اشاره به تحریم‌های جدید ایالات متحده گفت سپاه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از این شبکه بانکداری سایه برای تأمین مالی تروریسم و ارائه تسلیحات به نیروهای نیابتی تهران در منطقه استفاده می‌کردند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد یک کشتی تجاری گزارش داده یک موشک به نزدیکی آن در 96 کیلومتری جنوب بندر عدن یمن برخورد کرده. طبق این گزارش سرنشینان کشتی آسیب ندیدند و این کشتی در حال حرکت به سمت بندر بعدی است. یک فضاپیمای چینی برای نخستین بار موفق شد نمونه های از بخش پنهان ماه را به زمین بیاورد. بازگشت موفقیت آمیز این فضاپیما هم میتواند به کشفیات بیشتر در مورد قمر زمین کمک کند، هم نشان دهنده گام های بزرگی است که چین در عرصه فضا برداشته. این ماموریت موفق توجهات زیادی را به رقابت های شدید پکن و واشنگتن در عرصه های مختلف هم جلب میکنه، به ویژه که چین با برنامه های بلند پروازانه قصد فرستادن فضاپیما و بنای پایگاه در ماه رو داره. بهتره توضیحات دقیق رو از زبان همکارمون توماج تاهباز بشنویم که از تایوان همراه ماست. توماج، در مورد موفقیت پروژه اخیر چین و بازتاب اون چه اطلاعات بیشتری میتونید بهمون بدید؟ سیما، حقیقت اینجاست که نمیشه چشم پوشید بر این واقعیت که یک پروژه بسیار موفق و بزرگ و یک گام عملی بسیار بزرگ برای چین بود. اما اجازه بدید اول یک تاریخچه کوتاهی بدم. فضاپیما یا ماهنورد چنگی بر موشک لانگ مارش در 14 اردیبهشت در میانه بهار در واقع راهی ماه شد. 13 خرداد ماه روی اون بخشی از ماه که دهانه حوزه قطب جنوب آیکن نام داره، در اون سمت پنهان یا دور ماه که ما نمیبینیم معمولا، به زمین به ماه نشست، معذرت میخوام، و نمونه برداری که از اونجا 2 کیلو سنگ و خاک برداشت و بعد از ظهر دیروز هم در مغولستان داخلی چین این بار به زمین نشست. اما اهمیت های این پروژه، خب اولین باره که نمونه برداری میشه از سمت پنهان ماه، یک مسئله بسیار مهمه. بعضی از دانشمندان میگن تحلیل این نمونه یافته های بسیار مهمی رو در مورد تفاوت سمت نزدیک ما، سمت آشنای ما و سمت دور یا سمت تاریک ما به ماه میده و روزنه بی سابقه ای هست به دانش ما در مورد شکلی از قمر زمین که بعضی از گزارش های تازه نشون میده که احتمال داره این نمونه برداری ها تئوری های کاملا تازه ای رو مطرح کنه در مورد شکلی ما. اداره ملی فضانوردی چین گفته کپسول به بیجینگ رفته با هواپیما، البته از طریق هوا تا اونجا باز میشه و آزمایش ها داره روش انجام میشه. شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق هم گفته اولین نمونه برداری و بازگشت موفق این ماه نورد به زمین یه پیشرفت عظیمه که توجهات بسیاری رو در سراسر جهان به خودش جلب کرده، بیراه هم نمیگه. دقیقاً تو همین اظهارات هم ما شاهد نکته مهم دیگه هستیم، مسئله رقابت‌های بسیار تنگاتنگی که بین آمریکا و چین وجود داره و مدت‌هاست که البته به فضا هم کشیده شده و الان هم باز موضوع بازتاب و تحلیل‌های مختلف بوده. اولین که هر دو کشور میخوان در اسرع وقت به ماه فضانورد بفرستن یا حتی اونجا فضانورد رو مستقر بکنن، مثلا پایگاه داشته باشن. آمریکا قراره تا سال 2026، دو سال دیگه، فضانورد بفرسته، البته مجددن، اما به قطب جنوب ماه، همون سمت دور ماه که احتمالاً یخ آب در اونجا وجود داره. چین میگه تا سال 2030 میخواد فضانورد بفرسته، در این حال میخواد تا سال 2035 هم پایگاهی در واقع در ماه ایجاد بکنه.
سه ماه پیش بیل نلسون مدیر ناسا، مدیر اون بخش در فضانوردی آمریکا، تو نشست که با کنگره داشت ابراز نگرانی کرد که پکن ممکنه قبل از بقیه به قطب جنوب ماه دست پیدا بکنه و احتمال داره ناگهان اونجا ابراز مالکیت بکنه و اجازه نده بقیه وارد در واقع اون منطقه بشن، که چین البته این رو قویا رد کرده. اما تو سالهای گذشته ما از مقامات ارشد امور فضایی چین حرفایی شنیدیم که بیانگر این هست که پکن احتمالاً مایله بخشی از ماه رو مستعمره خودش بکنه و در اونجا در واقع پایگاهی بسازه که بقیه اجازه ورود نده. البته گفتم چین اینها رو رد کرده. این رو هم بگم که آقای بیل نلسون البته موفقیت چنگی رو تبریک گفته و گفته گام مهم برای بشر در مسیر کشفیات بیشتر در مورد قمر زمینه. ممنون است تو ماج تاهباز از تایوان. اما در پایان، در بازی های روز سه‌شنبه تیم های اتریش و هلند و فرانسه و همچنین انگلیس و دانمارک و اسلوونی تونستن از گروه های خود صعود کنن. میدونین ده ها هزار هوادار از کشورهای مختلف خودشون رو به آلمان رسوندن برای دیدن این بازی ها. تصاویری ببینیم از این هواداران در شهرهای کلن و برلین و دیگر شهر. میتونین در اپلیکیشن اینتل پلاس آخرین خبرها رو دریافت کنین. تو این اپلیکیشن برنامه‌های خبری، مستندها و پادکست‌های ایران اینترنشنال در دسترستونه. همه اینها و بیشتر تنها با دریافت این اپلیکیشن که برای دستگاه‌های هوشمند طراحی شده قابل دریافت. سپاس که تا پایان همراه من و همکارانم بودید. 11 صبح همکارم الناز